در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. این دیگرانی هم هستند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم سخنان رئیس جمهوری ایران فرار روبه جلوست یا بازگشت دیرهنگام به صداقت. همچنین در برنامه امشب تحقیق بی بی سی فارسی درباره منطقه‌ای که هواپیمای اوکراینی با موشک پدافند سپاه در آن ساقط شد، چرا محل سرنگونی پاکسازی شد؟ آیا کشتن قاسم سلیمانی منطقه را امن‌تر کرد؟ این سوال را از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیدم. سه قدرت اروپایی عضو برجام به فرایند حل اختلاف متوسل شدند و نخست وزیر بریتانیا از جایگزینی طرح ترامپ به جای برجام گفته. حالا چه سناریوهایی برای ایران قابل تصور است؟ برجام از بین برود، ما باید آن را با طرح دونالد ترامپ درباره برنامه اتمی ایران جایگزین کنیم. و نگاهی داریم به فرهنگ استعفا در بحران‌های برجسته در 20 سال گذشته. از قطع‌های زنجیره‌ای تا امروز تنها در دو مورد شاهد استعفای وزیر مربوطه بوده ایم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در حالی که اعتراضات در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران ادامه دارد و فضا امنیتی گزارش شده و بسیاری خواهان توضیح قانع کننده ای از جانب مسئولان هستند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سکوتش را شکست. بالاترین مقام انتخابی ایران 6 روز بعد از یکی از بزرگترین فجایع انسانی اخیر به جای اینکه پاسخی برای سوالات مردم داشته باشد، سوالهای آنها را تکرار کرد و از مسئولین خواست رسیدگی کنند. آیت الله خامنه ای، فرمانده کل قوا که بسیاری او را مسئول اصلی سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی می دانند و خواهان استعفای او هستند، هنوز سکوت کرده. نه رهبر و نه رئیس جمهوری از بازماندگان عذرخواهی نکردند. خشم و بی‌اعتمادی عمومی از دید بسیاری به بالاترین حد رسیده. آیا هیچ یک از مقام‌های ایران مسئولیت این فاجعه را می‌پذیرند؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. ابتدا گفتگویی داریم با مهمان برنامه از رؤوف طاهری، عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی و همچنین عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر که از تهران با مساقی طاهری معتقدند که منتقد رادیکالیسم و تخریب‌ها در اعتراضات آبان ماه بودند، اما به طور مشروط از کلیت اعتراض‌های اخیر حمایت کردند. آقای طاهری خوش آمدید به برنامه. آقای طاهری هنوز با ما وصل نیستند از قرار. در حال حاضر حسین لاجوردی جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران از پاریس با ما هستند که معتقدند اعتراضات این روزهای ایران رویارویی است بین جامعه با حاکمیت و رهبری کشور و همچنین متفاوت از ادوار قبلی اعتراضات. آقای لاجوردی با ما بمونید، گزارش همکارم شهید هوشمندی رو با هم ببینیم، بعد با هم گفتگو می‌کنیم. چهارمین روز اعتراض ها به شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی. خشونت علیه معترضان شدت گرفته، به ویژه در اینجا اطراف دانشگاه امیرکبیر. امروز در پاسخ به خشم مردم، حسن روحانی پس از چند روز سکوتش را شکست. در این داستان نمیتونه فقط یک فرد مقصر باشه، نه اینکه یک نفر که دکمه رو فشار داده مقصر بوده. واکنشی با تأخیر معنادار بعد از فاجعه‌ای با بازتاب جهانی. و من میخوام این مسئله با صداقت برای مردم بیان بشه. سخنانی متناقض با این توضیح فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره داستان سقوط 3 روز پیش از این. برخلاف رئیس دولت، آقای حاجی‌زاده گفته بود که خطای یک اپراتور دلیل این اتفاق بوده. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودند که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده
این بند خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. سخنان امروز رئیس جمهوری ایران حالا به ابهام‌های داستان شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی افزوده. حسن روحانی سرنگونی هواپیمای مسافربری به دست پدافند سپاه پاسداران را خطایی دردناک و نابخشودنی خوانده و خواستار تشکیل دادگاهی ویژه برای رسیدگی به این پرونده شده. آقای روحانی در این سخنان خود را از دیرکرد در اطلاع رسانی مبرا می‌کند. من از لحظه‌ای که احتمال دادم که سقوط این هواپیما به صورت طبیعی و عادی نباشه تلاش فراوانی کردم که دوران بررسی و تحقیق کوتاه شود. بلافاصله بعد از اون که برای من مشخص شد یک خطای بسیار دردناک و نابخشودنی انجام گرفته، در همون لحظه من به مسئولین امر اعلام کردم که بلافاصله به مردم اطلاع دهند. مشخص نیست که کدام روایت درباره واکنش آقای روحانی به ماجرا درست است، روایت دولت یا سپاه. همه بهت زده، ناراحت و نگران. علی ربیعی سخنگوی دولت پیشتر گفته بود که عصر روز جمعه که حسن روحانی از شلیک موشک مطلع شد، دستور تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی را داد. از عصر روز جمعه که رئیس جمهور از موضوع مطلع شدند، دستور تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی صادر شد. همزمان با این ادعا، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همین روایت را درباره رهبر جمهوری اسلامی ارائه کردند. هنوز آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا واکنشی به این ابهام‌ها نشان نداده. همزمان قوه قضاییه اعلام کرده که چند نفر را در ارتباط با این پرونده دستگیر کرده. تحقیقات مفصل انجام شده، افرادی هم بازداشت شدن، رسیدگی مراحل اولیه کار خودش رو داره طی میکنه. از لحظه شروع کار هنوز حدود 72 ساعت کار قضایی ما گذشته. تهران و شماری از شهرهای ایران طی روزهای گذشته شاهد اعتراضهای گسترده مردمی بودند. حالا حادثه شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری تهران کیف رویدادهای پیش از آن را به حاشیه برده. همزمان خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم معترض با کنش گسترده مقامهای سیاسی را در جهان به همراه داشته. اونها پوسترها و بیلبوردهای چهره سلیمانی رو آتش میزنن و شعار میدن سلیمانی قاتل است، چون میدونن که او یکی از معماران سرکوب مردم بود. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که اعتراض ها به سرنگونی پرواز تهران کیف به رغم جو شدید امنیتی در بسیاری از شهرها همچنان ادامه دارد. پرسش بسیاری از ایرانیان این است که چرا مسئولان ارشد حکومتی به رغم آنکه می‌دانستند که هواپیمای اوکراینی با شلیک سپاه سرنگون شده درباره آن دروغ گفتند و با قاطعیت به مدت چند روز این دروغ‌ها را تکرار کردند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. اما رؤوف طاهری عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی و همچنین عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر از تهران با ماست. آقای طاهری، امروز آقای روحانی برای اولین بار واکنش نشون داد، اما نه خبری از عذرخواهی بود، نه خبری از پذیرش مسئولیت، نه خبری از پاسخگویی به ده ها سوالی که بسیاری از مردم ایران مطرح کردند در این 6 روز. علت چیه؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب در شرایط بسیار حساسی قرار داره کشور و منطقه و همینطور مردم و
دولت و حکومت. طبیعتاً اونچه که در رابطه با هواپیمای مسافربری اوکراینی رخ داده یک فاجعه نامناپذیر هست با ابعاد شناخته و ناشناخته فراوان، و در نتیجه با توجه به بی اطلاعی دولت و اطلاع رسانی و موضع‌گیری بر اساس این بی اطلاعی، در حقیقت میشه گفت به نوعی دولت، نه تنها دولت بلکه ارکان مختلف حاکمیتی، تا حدودی در یک بلا تکلیفی و سردرگمی به سر میبرند. با این وجود سخنگوی دولت که در واقع میشه گفت موضع‌گیری هاش همون موضع‌گیری دولت و در رأس اون آقای روحانی هست، صراحتاً عذرخواهی کردند، آقای ظریف عذرخواهی کردند، و به صرف این که حالا به بیانیه دادند آقای روحانی در همین رابطه، فلزا عذرخواهی نکردن رو خیلی من فکر نمی کنم که در واقع یک موضوع محوری در موضع‌گیری های امروز آقای روحانی بوده باشه. به هر حال منتظر هستند تا ابعاد موضوع بیشتر کاویده بشه، روشنتر بشه و به هر حال به اصل مسئله رسیدگی بشه، یعنی رسیدگی و به سرانجام رسوندن مسئله و مقصران، شناسایی مقصران و به اصطلاح محاکمه اونها، و اینکه تصمیمی گرفته بشه که تضمین حداقلی لازم رو به افکار عمومی منتقل بکنه که دیگه با همچین فاجعه هایی که اصلی ترین و خطرناک ترین بعدش هم پنهانکاری بوده رخ نخواهد داد. من چقدر میشه چنین انتظاری داشت آقای طاهری با توجه به اینکه سه روز پنهانکاری و دروغگویی آشکار مقام های ایران، چقدر میشه انتظار داشت که الان این رویه تغییر بکنه؟ مهم اراده تغییر هست. قطعا بنده نمیتونم به صورت در واقع صفر و یکی در همین لحظه انتظار داشته باشم که اگر آقای روحانی تضمین لازم رو همین الان بده که فرایندی طی خواهد شد که دیگر شاهد یک چنین فجایعی و تراژدی های مواجه نخواهیم شد، قطعا انتظار واقع بینانه ای نیست. مهم این هست که افکار عمومی، مردم شاهد نوع فعالیت و رویکرد آقای روحانی و اصلا کل حاکمیت در برخورد با این مسئله باشیم. بله آقای طاهری، افکار عمومی که به هر حال بسیار جریحه دار شده، بسیار عصبانی از این حادثه، بخششون همین امشب در بعضی از دانشگاه‌های تهران در حال تجمع هستند، در حال تظاهرات هستند و شاهد سرکوب دوباره این اعتراضات هستیم. چطور میشه انتظار داشت که رفتار حاکمیت تغییر بکنه وقتی که می‌بینیم که چنین اعتراضاتی رو تاب نمیاره؟ در اینکه مردم، بخشی از مردم به ویژه جامعه دانشگاهی و دانشجویان احساس تحقیر کرده اند از این نوع عملکرد حکومت و عوامل حکومت در رابطه با سرنگونی هواپیما، جریحه دار شده و آستانه تحملشون در واقع سرریز کرده و در
حقانیت این اعتراضات هم تردیدی وجود نداره. و اما این که آیا حکومت، البته لازم به ذکر میدونم که رفتار حکومت با معترضین امروز و روزهای اخیر کاملا متفاوت با رفتاری بوده که در برخورد با اعتراضات همراه با آشوبهای بی هدف و وندالیسم که وارد جریان به حق اعتراضی مردم در آبان ماه 98 شد کاملا متفاوت هست و این رو ناظران منصف و بیطرف هم که حضور میدانی داشتند در این اعتراضات صحه گذاشتند و قطعا هر گونه سرکوبی چه سخت و چه نرم قابل قبول نیست و قابل توجیه هم نیست. اما تفاوت‌های برخورد عوامل حکومت با معترضین کاملا حتی ماهیتا معتقدم متفاوت شده، نرمتر شده، مداراگرایانه‌تر شده. به ویژه توجه داشته باشیم که شعارهایی که امروز سر داده میشه بسیار بسیار رادیکالتر از شعارهایی بوده که در اعتراضات آبان ماه به اصطلاح شاهدش بودیم. یعنی از یک طرف ما شاهد رادیکالتر شدن شعارها هستیم که بنده با برخی از اون شعارها صراحتن عرض می کنم موافق نیستم و مشخصا فرض بفرمایید در رابطه با سردار شهید وطنمان سردار سلیمانی اگر کسانی یقینا این شعار اکثریت مردم ایران نمیتونه باشه، برای اینکه مردم ایران همین چند روز قبل به هر حال نشون دادن که نگاهشون و عواطفشون و احساساتشون و برآوردشون از عملکرد آقای سلیمانی چگونه بوده است. درست آقای تاری، البته تا زمانی که امکان حضور مخالفان قاسم سلیمانی و مخالفان سیاست‌های جمهوری اسلامی به طور صلح‌آمیز در خیابان‌ها نباشه نمیشه این رو در واقع تعمیم داد به کل مردم ایران. میشنیدیم از کسانی که سعی کردن در میدان آزادی جمع بشن روز شنبه، اما ماموران انتظامی اجازه تجمع نمیدادن، از گاز اشکاور استفاده می‌کردن. بله درسته که برخلاف اعتراضات آبان از استفاده نکردن، هنوز کسی رو نکشتن، ولی به همون میزان هم اجازه تجمع به کسی داده نشده. من متوجه نیستم که منظور شما از اینکه اجازه تجمع ندادن چه هست با توجه به واقعیت‌های میدانی. طبیعتاً بله آقای طاهری، برای ترشیح جنازه آقای قاسم سلیمانی امکانات فراهم میشه، ادارات تعطیل میشه، اونها میتونن بیان در کمال امنیت در خیابون تجمع بکنند. مخالفان جمهوری اسلامی، آنهایی که خواهان استعفای آقای خامنه ای هستند، اجازه ندارند کوچکترین تجمعی در خیابان ها داشته باشند. یعنی من فکر میکنم که نمیشه گفت که امکان حضور معترضان در خیابان ها برای معترضان فراهمه. قطعا بنده چون این به اصطلاح ادعایی نداشتم و هیچ وقت اجازه تجمعات اعتراضی رسما از سوی حکومت داده نشده، حتی برای به اصطلاح درخواست هایی که احزاب و گروه های قانونی داشتند در این رابطه. اما بحث بر سر الان تصور نمی کنم موضوع بحث ما معطوف به نقد اجازه دادن یا اجازه ندادن حکومت به معترضین برای بیان اعتراضشون باشه. بحث بر سر اون چیزی است که امروز در دانشگاه ها و در کف خیابان شاهدش هستیم. به هر حال این روند مردم همواره وقتی که آستانه تحملشون سرریز کرده
به هر حال در کف خیابان حضور پیدا کرده اند و پس از برخوردهای گاه سخت و گاه نیمه سخت و گاه نرم، پس از چند روزی اعتراض و دادن هزینه های طاقت فرسا، به هر حال به زندگی عادی خودشون برگشتن و با مصائب خودشون سر کردن. بحث بر سر این هست امروز که اگر حکومت امروز رفتارش مدارا‌گرایانه تر از دیروز بوده، حرکت های اعتراضی دیروز بوده، ما چرا نباید این وجه قضیه را هم به هر حال به نوعی پوشش بدیم؟ چرا همواره هر چقدر اگر در جایی ما شاهد این هستیم که حکومت یک گام رفتارش رو منطقی تر کرده در برخوردها، چرا بلا فاصله ما بیایم همه مطالبات واپس زده شده و انباشته رو یک جا بذاریم روی میز؟ من تصور نمی کنم که با این رویکرد بتوان بر در واقع راه حل برد بردی برای مشکلات مملکت پیدا کرد، چه از ناحیه معترضان، چه از ناحیه حکومت و چه از ناحیه بازیگران بیرونی که به هر حال بر نفت بر این آتش ها گاهن در واقع میریزن و حتی گاهن رسانه های فارسی زبان که به هر حال بعضن شاهد رفتارهای دوگانه و استانداردهای دوگانه در برخورد با موضوعات مشابه هستیم. در هر صورت عرضم این هست، مردم به حق معترضن، به شعورشون توهین شده و این توهین نامناپذیر هست از نظر بنده، گرچه که از شروع داستان عجله در پاسخ دادن به آمریکا بنده منتقد بودم و معتقد بودم آمریکا با ترور غیرقانونی آقای قاسم سلیمانی در یک کشور ثالث به اندازه کافی موازنه رو در مشکلات بین ایران و آمریکا به نفع ایران کرده بود. بله، متشکرم. متشکرم از شما رؤوف طاهری. نهایی تمام بکنم، عرضم این هست، من به برادرانم، خواهرانم و دوستان معترضم که اگه سریعتر بتونین جمع‌بندی کنین ممنون میشم، عرض میکنم که پاره کردن عکس قاسم سلیمانی، شعار دادن بر علیه قاسم سلیمانی که امثال آقای زاهدی، امثال آقای دکتر سروش و امثال آقای دولت آبادی و کثیری از نیکنامان این مملکت که جفاهایی هم از ناحیه حاکمیت دیده بودن، همه اینها سر تعظیم به پیشگاه سردار. بله، متشکرم آقای طاهری، متاسفانه فرصت محدوده. ممنون از شما رؤوف طاهری، عضو سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی. حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران از پاریس با مصاحبه لاجوردی، معتقدند که این اعتراضات این روزها رویارویی بین جامعه با حاکمیت و رهبری کشوره و همچنین متفاوت از ادوار قبلی اعتراضات. آقای لاجوردی، تفاوت این اعتراضات چیه؟ اجازه میدید که من در مرحله اول تسلیت و همدردی خودم رو به مردم ماتم زده ایران اعلام بکنم، چون اگر کسی عزیزی از دست داده باشه اون موقع میتونه بگه که امروز مردم ایران چه میکشن و چگونه از طرف حاکمیت تحقیر شدن. من صحبت‌های مهمان شما رو شنیدم، برام واقعا تأسف‌آوره. البته میگم که احتمالاً ایشون ممکنه که در جایگاهی باشن که نتونن زیاد صحبت بکنن، ولی واقعیت تلخ بر اینه که ایشون به عنوان یک کسی که اکادمیک هست، استاد دانشگاه هست یا هر چیز دیگر، در امروز جامعه ایران این مباحث رو مطرح بکنیم. سوالی که کردید به نظر من بسیار بسیار مشخصه.
ما سابقه این رو از سال 78 که تظاهرات دانشجویی بود و ناامیدی از عملکرد کوتاه مدت آقای خاتمی که بعد به اون فاجعه مسائل دیگر انجامید شروع شده. در 88 که مردم گفتن رأی من کو، جانباختگان گفتن پول من کو، بعد میرسیم به 96 که رسیدیم به شورش گرسنگان و در 88 که شاهد این بودیم که جامعه یک پارچه ایستاد و تا به امروز، امروزی که ما میبینیم که بعد از 40 سال شعارها به جایی رسیده که شعار ننگ من، ننگ من، رهبر الدنگ من مطرح میشه. این معنی داره، این معنی داره وقتی که ما میبینیم که مردم تحقیر شده در اثر دروغگویی و فریبکاری حاکمیت و از همه بالاتر امروز نشانش از طرف آقای روحانی رئیس جمهور اسلامی در ایران مطرح میشه. ایشون مثل این که باز دوباره مثل جریان بنزین روز جمعه مطلع شدن و خبر نداشتن. این جای تأسفه، مردم نمیتونن بپذیرن اینقدر فریبکاری و دروغ گفتن حاکمیت رو، به شعورشون توهین شده، تحقیر شدن. در اینجا من فکر میکنم که این مردم ایران اهم از تمام طبقات اجتماعی و خاصه دانشجویان کشور که تو این چند روزه اخیر ایستادن، به راحتی ایستادن جلوی این که کلیت و ماهیت و موجودیت این نظام نباشه. اینها دیگه نمیخوان قبول بکنن که آقای روحانی به عنوان یک رئیس جمهور پوشالی که هیچ قدرتی در حاکمیت میتونه نداشته باشه بر اساس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی، امروز باز با فریبکاری میخواد مردم رو بفریبه و باز بحث‌های حاشیه‌ای مطرح بکنه. ببینید در این دو سه روز گذشته وقتی ما شاهد این هستیم که مراسم عزاداری در کل کانادا مطرح میشه، در شهرهای دور افتاده نخست وزیر کانادا به خونه تک تک این ایرانی هایی که کسی رو از دست دادن میره، از طرف دیگه میاد با تلفن به خونه های بازماندگان ایرانی اونها و به اونها میگه که اگر شما امکاناتی رو میخواید از نظر هزینه مسافرت، از نظر امکانات دیگه، از نظر ویزا، از نظر هرچی، ما فراهم میکنیم که شما بیایید برای عزیزانتون در کانادا و یا به کانادایی یا ایرانی های داخل کانادا، همینطور مطرح میکنه. از طرف مردم کانادا عذرخواهی میکنه از کل مردم ایران. اون وقت آقای به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی هنوز صداش در نمیاد، یا آقای رئیس جمهورش، یا جاهای دیگه. امروز وقتی که من میشنوم که در تظاهرات اجازه نمیدن، فکر میکنم که درست چند روز پیش که آقای سلیمانی رو ترور میکنن، وارد اون قضیه اصلا نمیشم چون بحث بسیار گسترده و طولانیه. فقط میخوام بگم که اون تشکیلاتی رو که به وجود میارن، شام و نهار و پاداش میدن که مردم رو ببرن، این دفعه در رابطه با مردم ایران با گلوله پاسخ میدن. آقای اجوردی، عده انتظار داشتن که این بار که به هر حال جمهوری اسلامی اذعان کرد که در یک فاجعه دست داشته، دست کم رفتارش با بازماندگان این فاجعه متفاوت باشه، اما میبینیم که شکل فشار بر خانواده ها، شکل برخورد با کسانی که برای یادبود این افراد تجمع میکنند، تفاوت چندانی با نوع برخورد با قربانیان اعتراضات آبان ماه نداره. فکر میکنید که چرا با وجودی که این بار خود جمهوری اسلامی مقصر کشته شدن 176 بیگناه بوده، همون رفتار رو داره ادامه میده؟ ملاحظه بکنید، من تصورم بر اینه که نه به این معناست که در جمهوری اسلامی نمیفهمن. امروز بحث ناتوانی در جناهای جمهوری اسلامی، جناهای متعدد و متفاوتش به وجود آمده، یعنی اینکه اینها دیگه به همدیگه اعتماد ندارن. این بحث فروپاشی در مرحله اول فروپاشی جناهای مختلف جمهوری اسلامیه. بحث مردم، مردمی هستن که از 40 سال پیش تا به الان این حکومت رو تحمل کردن، کشته های فراوون دادن، 75,000-60,000 کشته در جنگ دادن، تعداد اعدام های بیشمار در طول این 40 ساله دادن، 1,000,000 معلول و زخمی توی جامعه به جا گذاشتن. مردم رو دچار یک خشمی کردن که این خشم فروگذار نمی کنه. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه به مردم حتی با معذرت خواهی پاسخ بده که اون رو هم نداده.
ببینید اگر این هواپیما یک هواپیمای غیر سرنشینان ایرانی بود، اینها بازم اشتباه میکردن. این اشتباهات چیزی نیست که من به عنوان یک غیر متخصص در موردش صحبت بکنم. بسیاری از متخصصین در مورد اینکه اینا این حرف رو میزنن شواهد و مدارکی رو ارائه کردن که چنین چیزی نیست، اشتباه نبوده، عمدی بوده به دلایل متعدد و متفاوت. بله، البته آقای لاجوردی، هنوز اینها در حد شایعه است و ثابت نشده، به مثل اینکه ثابت شه، بی بی سی هم تاییدش میکنه. بله، تا این مقطع بیشتر در حد شایعه است. متشکرم. حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران از پاریس با ما. با وجود گذشت یک هفته از سرنگونی هواپیمایی که 3 روز طول کشید ایران اذعان کند که توسط سپاه پاسداران ساقط شده، همچنان شواهد بیشتری در ارتباط با این سانحه منتشر می شود. فیلم جدیدی منتشر شده که گفته شده مربوط به زمان اصابت موشک به پرواز 752 اوکراین است و همینطور تصاویر ماهواره‌ای به دست بی بی سی رسیده که نشان می دهد ظرف 2 روز بقایای لاشه هواپیما از محل سانحه پاک شده. با وجود اینکه فرمانده سپاه گفته ایران بوده که این فرضیه اصابت موشک را مطرح کرده، ولی مقام ارشد امنیتی اوکراین به بی بی سی فارسی گفته که قبل از تغییر موضع مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره، بازرسان اوکراینی شواهد کافی پیدا کرده بودند. هادی نیلی همکارم چند ساعتی هست که در حال تحقیق درباره آخرین شواهد منتشر شده هست و تصاویر جدیدی منتشر شده راجع به لحظه حمله. هادی، درباره این تصویر بگو. این تصویر جدید که منتشر شده از روی تصویر یک دوربین مداربسته ضبط شده. یعنی یک دوربین مداربسته داشته ضبط می‌کرده، بعد فردی که این فیلم رو منتشر کرده رفته روی این دوربین مداربسته، روی نوارش عقب رفته، به اون زمان برگشته، از روی مانیتور ضبط کرده، برای همین کیفیت یه جاهای افت کرده، روی مانیتور نور افتاده، همونطور که الان داریم در تصویر می‌بینیم. حتی تاریخی هم که بالای تصویر هست بعضی‌ها رو به این گمان انداخت که شاید نادرست باشه، ولی خیلی‌ها یادآوری می‌کنن که خیلی وقتا تنظیمات دستگاه‌ها دقیق نیست، ممکنه که تاریخ اساساً دقیق تنظیم نشده باشه. در این تصویر اینطور که ما می‌بینیم، در این تصویر به هواپیما 2 موشک حداقل برخورد می‌کنه، اینطور به نظر میاد و گفته شده که این تصویر مربوط به سانحه هست. ما با گروه‌های تحقیقی در تماس بودیم، مشخصاً گروه بلینکت که قبلا هم در این مورد تحقیقات کرده گفته که میتونن شواهدی در این فیلم ببینن که مرتبط باشه با این سانحه. همینطور که الان در تصویر می‌بینین، همکارانم 2 تصویر دیگه مرتبط با این سانحه، این سرنگونی هواپیما توسط موشک سپاه پاسداران رو روی این تصویر انداختن، زمان بند با همون زمان بندی، و ما می‌بینیم تقریبا که در زمان بندی مشابهی این هواپیما مورد اصابت قرار می‌گیره و بعد هم رو به سقوط میره. چیزی که ما در تصویر می‌بینیم اینه که در واقع هواپیما از یک جایی در تصویر می‌بینیم که موشک بهش پرتاب میشه و بعد بهش اصابت میکنه. به خصوص این فیلم شاید از این بابت مهم باشه که علاوه بر این که تایید دیگری هست برای اینکه با دو فیلم دیگه در واقع همزمان میشه، اگر این فیلم در نهایت تایید نهایی بشه، اینطور که میگم هنوز نمیشه قطعی دمولش حرف زد، علاوه بر این میتونم این رو بگه که در واقع در روی فیلم ما داریم میبینیم که 2 موشک به این هواپیما پرتاب شده باشه. این از این بابت مهمه که مثلا در مورد فیلمی که قبلا نریمان غریب منتشر کرد، به دستش رسیده بود و روزنامه نیویورک تایمز راستی آزمایش کرد و گفت قابل تاییده، توی اون فیلم ما میدیدیم که یک اصابت رو میدیدیم و خیلی سوال شده بود براشون که چطور کسی که این فیلمو گرفته تونسته در لحظه دوربینش رو بیرون بیاره و فیلم بگیره. اگر این فیلم که الان به دست ما در واقع این ظرف ساعت گذشته به دست رسیده و منتشر شده تایید بشه، میتونه مؤید این نظریه باشه که صدای پرتاب اول، صدای موشک اول به گوش فرد رسیده و فیلم گرفته. هرچند مقام‌های آمریکایی قبلا هم ادعا کرده بودند هفته پیش روز چهارشنبه که جزئیات در مورد بیرون میومد که گفتن 2 موشک رو رصد کردن که پرتاب شده. در این حال گزارش شده کسی که اون فیلمی که نیویورک تایمز تایید کرده بود، راستی آزمایی کرده بود، این فیلم رو ضبط کرده، سپاه ادعا کرده که اون فرد رو گرفته. سپاه میگه که کسی که گرفتن اون فرده، ولی نریمان غریب که فیلم منتشر کرده بود میگه که اون کسی که فیلم براش فرستاده در امنیته، برای همین نمیشه روی این خبر مطمئن حرف زد. در این حال ما تصاویر ماهواره‌ای به دست اون رسیده. قبل از اینکه این فیلم برسه در واقع تصاویر ماهواره‌ای بود که سوژه ما بود امروز. این تصاویر ماهواره‌ای همینطور که می‌بینید، بله، این تصاویر ماهواره‌ای تازه به دست ما رسیده نشون میده که چطور 3 روز بعد از سرنگونی هواپیما در این محل
در غرب تهران، یعنی تقریبا همون موقعی که مقام های جمهوری اسلامی اذعان کردن هواپیما رو با موشک زدند، محل سقوط کاملا پاک شده. اینجا اونجور که میبینید وقتی است که قطعات لاشه هواپیما و همینطور بقایای باز در واقع قربانیان هواپیما روی زمین بود. روز اول این تصویر گرفته شده، ولی بعد تصویری که در ماهواره گرفته شده، اگه الان ببینید، بله، اینجا تصویری هست که روز 11 ژانویه 21 دی ماه روز شنبه گرفته شده و همینطور که در تصویر می‌بینید نشون پیدا هست قشنگ که جاهای پاک شده، اثر بولدوزرها هم هست، یعنی تصویر دقیقیه و نشون میده که کاملا زمین پاک شده از آثار این سقوط. همون موقع که در اون دو سه روزی که مقام های جمهوری اسلامی حاضر نشده بودند تایید بکنند این فرضیه اصابت موشک رو و مرتب میگفتند نقص فنی بوده یا گمان های دیگر رو مطرح میکردن، بعضی منابع ابراز نگرانی کرده بودند در مورد اینکه پاکسازی این منطقه میتونه آیا تحقیقات رو دشوار بکنه یا نه. مشخصا یکی از بنیانگذاران گروه بلینکت، الیوت هیگینز، نوشت که گزارش متعددی بهشون رسیده که این منطقه داره پاک میشه، با بولدوزر قطعات لاشه هواپیما رو یک جا جمع کردند و اینها میگفتن اون موقع که اینجوری دیگه تحقیقات تقریبا غیر ممکن میشه. همینطور خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS که از قضا اون موقع در تهران بود، حالا به دلیل دیگه‌ای برای پوشش خبرهای دیگری، او به محل سانحه رفت و توییت کرد که عکس گذاشت که این منطقه پاکسازی شده، هرچند همون خبرنگار بعدتر چند ساعت بعد گفت که این لزوما به این معنی نیست که دیگه بازرسان نمیتونن کارشون رو بکنن. ولی رئیس شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین، مقام ارشد اوکراینی، در گفتگو با BBC گفته که با همون شواهدی که در منطقه به دست اومده بعد از اینکه ایران اجازه داد به بازرس‌های اوکراینی، با همون شواهد میشد فهمید و مطمئن بود که اصابت موشک در کار بوده. و اینطور که این مقام ارشد اوکراینی میگه، در واقع ارشدترین مقام امنیتی اوکراین، به گفته او حتی قبل از اینکه مقام‌های ایران، مشخصا قبل از اینکه سپاه پاسداران جزئیات ارائه بده در این سانحه، با همین شواهد میشد به جامعه بین‌المللی ثابت کرد که چطور این سانحه اتفاق افتاده. میبینیم بخشی از صحبت‌های او رو. Саме ця фотографія каже, що перша частина це було. این عکس نشون میده اولین جای هواپیما که موشک بهش خورده اینجاست. از زیر به اتاق خلبان زده. نیجنو частину. Ми вважаємо це вже як доведений факт. ما فکر میکنیم این دلیلی هست که توضیح میده چرا تماس خلبان ها قطع شده بود. اونها در نتیجه انفجار موشک اول جان داده بودند. Це отвори від اینها سوراخ هایی هستند که ترکش ایجاد کرده. اینها این کار موشکه. به محض اینکه ایرانی ها به بازرس‌های ما اجازه دسترسی به قطعات هواپیما را دادند، اونها هر ساعت ما را در جریان اتفاق‌ها می‌گذاشتند. و وقتی اطلاعات را جمع کردیم، خیلی سریع فهمیدیم چی شده. نمی‌شد فوری علنیش کنیم. می‌خواستیم همچنان بتونیم اونجا کار کنیم. می‌دونید که ایران کشور سختگیریه و نگران بودیم که بازرس‌هامون را بیرون کنند. یعنی شما فکر میکنید بر اساس شواهدی که بازرس‌های شما داشتن جمع میکردن ایران موضعش رو عوض کرد؟ فکر کنم ایران فهمید که هیچ گزینه دیگه نداره. همه عکس‌ها و فیلم‌هایی را که لازم داشتیم داشتیم. حتی اگه تلاش میکردن مانع ما بشن، شواهد کافی داشتیم که به جامعه جهانی نشون بدیم که واقعا چی شده. حالا این با کدوم یکی از حرف‌های مقام‌های ایران در تضاده؟ خب هنوز خیلی این سوال مطرحه که چی شد مقام ایران تصمیم گرفتند اطلاعات دقیق‌تری بدن، اطلاعات بیشتری بدن، هرچند ابهام هنوز زیاده. ولی حسین سلمانی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو روز پیش در جلسه مجلس که ساعتی بعد در تلویزیون پخش شد حرفاش، اینطور گفت در مورد اینکه چطور شد این اطلاعات ارائه دادن. و من این رو به شما عرض کنم، خدا گواه است، ما خودمان منشأ ایجاد این فرضیه شدیم که ممکن است موشک ما اصابت کرده باشد، فقط به دلیل همزمانی، فقط به دلیل همزمانی. و اگر ما خود مبدا شکلگیری این فرضیه نبودیم، هیچ کس نمیتوانست متوجه شود. و
بله، این صحبت‌های فرمانده سپاه بود در مجلس شورای اسلامی. الان متوجه به اینکه هم شبکه‌های اجتماعی دسترسی خوبی داده به کاربرا برای پیگیری و همینطور به اشتراک گذاشتن اطلاعات و همینطور توجه جهانی و همینطور ارتباطات امنی که وجود داره، یعنی افراد میتونن تماس بگیرن، ارتباطاتشون اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن بدون اینکه به راحتی بشه پیگیر بشن، به نظر میرسه که شرایط کنونی به نفع کسی نیست که بخواد ابهام‌ها رو جواب نده، به نفع کسی نیست که بخواد اطلاعات رو در این مورد پنهان بکنه. در واقع ادامه نشر جزئیات در مورد این سانحه به نفع کسانی که بخوان جزئیات رو پنهان نگه دارند عمل نخواهد کرد. این چیزی که به نظر میرسه. متشکرم. هادی نیلی در استودیو با ما. حماس کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای با ایران رسما از فعال شدن سازوکار رفع اختلاف در توافق برجام خبر دادند. اروپا میگوید اقدامش پاسخی به کاهش تعهدات ایران است. اگر اختلاف اروپا و ایران حل نشود ممکن است در نهایت این شکایت به شورای امنیت برود که احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران را در پی دارد. ضربه دیگر به پیکر نیمه جان برجام. سه کشور اروپایی سازوکار رفع اختلاف در توافق هسته‌ای را رسماً فعال کردند. مکانیسمی که در بدترین حالت می‌تواند به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران بیانجامد. اما اروپا می‌گوید به برجام پایبند است و دلیل این اقدامش بازگرداندن ایران به تعهداتش است. The aim of the dispute resolution mechanism is not to reimpose. هدف سازوکار رفع اختلاف بازگرداندن تحریم ها نیست. هدف این سازوکار حل اختلافات در اجرای توافق در قالب کشورهای عضو برجام است. من فکر می کنم این باید واضح باشد که هدف پیدا کردن راه حل و بازگشت کامل به تعهدات در قالب توافق هسته است. And return to full compliance within the framework of this agreement. طی دو مهلت 15 روزه که قابل تمدید است، ایران و اروپا باید با هم بر سر اختلافهایشان مذاکره کنند. اما برخی ناظران نسبت به این اقدام اروپا برای نجات برجام آنقدر خوشبین نیستند. یک پژوهشگر برجام و امور هسته‌ای میگوید گام اخیر اروپا ممکن است به خروج کامل ایران از این توافق بیانجامد. اروپا تحت فشار بوده که نسبت به کاهش اقدامات ایران کاری بکنه، اما من چشم‌انداز خوبی برای این اقدام اروپا نمی‌بینم و در بدترین حالت این میتونه به از بین رفتن کامل برجام بیانجامه که اروپایی‌ها ادعا می‌کنن که در پی حفظ اون هستن. اقدام اخیر اروپا پاسخی به برداشتن گام پنجم ایران در کاهش تعهدهای برجامیش بود. یعنی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در ظرفیت و درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه مواجه نیست و محدودیت در تعداد سانتریفیوژها را کنار می‌گذارد. وزیر امور خارجه آلمان می‌گوید اروپا نمی‌تواند به کاهش تعهدات ایران بی‌تفاوت باشد و از ایران خواسته تا در مذاکرات شرکت کند. Wir fordern den Iran auf, sich konstruktiv an diesen Verhandlungen zu beteiligen. Das Ziel dieser هدف این مذاکرات نگه داشتن برجام است و ما بر این باوریم که حفظ برجام برای آینده معقول است، چون از رسیدن ایران به بمب هسته‌ای جلوگیری می‌کند. Weil es verhindert, dass der Iran in den Besitz einer Atombombe kommt. ایران دلیل کاهش تعهداتش را خروج یک طرفه آمریکا از برجام و کمکاری اروپا برای حفظ آن عنوان می‌کند. تهران میگوید نه تنها از منافع برجام سودی نبرده، بلکه آمریکا با کارزار فشار حداکثری فروش نفت ایران را به شدت کاهش داده و اقتصاد این کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده. اما آمریکا میگوید جدای از فعالیت‌های هسته‌ای، نگران برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران است. ما کارزاری شامل انزوای دیپلماتیک، فشار اقتصادی و بازدارندگی نظامی را علیه ایران درست کردیم. هدف دو چیزه. اول اینکه ما می‌خوایم رژیم رو از منابعش محروم کنیم، منابعی که برای اقدامات بدش در سراسر دنیا به اون نیاز داره، و دوم اینکه ما می‌خوایم ایران مثل یک کشور عادی رفتار کنه، مثل نروژ. نخست وزیر بریتانیا ریشه نارضایتی دونالد ترامپ از برجام را در چیز دیگری می‌بیند، اینکه توافق دستاورد باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکاست. راه حل پیشنهادی او توافقی جدید که او آن را توافق ترامپ نامید، برای راضی کردن رئیس جمهوری آمریکا. Somehow or other, we've got to stop the Iranians acquiring a nuclear weapon. ما باید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کنیم. این موضوعی است که تحت چهارچوب برجام باید انجام می‌شود. But if we're going to get rid of it,
then we need a replacement. اما اگر بخواهیم برجام را از بین ببریم نیازمند جایگزینی برایش هستیم. مشکل برجام این است که از نگاه آمریکایی‌ها این توافق منقضی می‌شود و جدای از اینها در دولت باراک اوباما به دست آمده و مشکلات زیادی دارد. دولت آمریکا می‌گوید سیاست فشار حد اکثریش کارآمد بوده و ایران را مستأصل کرده. اما منتقدان این سیاست و مقامات ایرانی میگویند ایران تحت فشار پای میز مذاکره نمی‌آید. دولت ترامپ گفته که هدفش رسیدن به توافق بهتری با ایرانه، اما چشم‌انداز چنین توافقی در حال حاضر وجود نداره و در این حال امنیت و ثبات در منطقه تضعیف شده. کاهش تعهدات ایران و اقدام اخیر اروپا هنوز پایان برجام نیست، اما امکان زنده ماندن توافق حالا بیش از هر زمان دیگری با ابهام روبروست. پرهام قبادی، بی بی سی. علی واعظ تحلیلگر ارشد ایران در گروه بین‌المللی بحران از واشنگتن با ماست. آقای واعظ، ایران اقدام اروپا رو محکوم کرده، محمد جواد ظریف گفته که این اقدام غیر قانونیه، نظر شما چیه؟ ببینید، ایران یک برداشت حقوقی متفاوتی داره از روند رفع اختلاف که در برجام در نظر گرفته شده با اون طوری که اروپایی ها نگاه میکنند به قضیه. واقعیت این هست که به نظر من بحث حقوقی اینجا اصلا مطرح نیست، برای که این یک مسئله سیاسی است. با وجود این که در ابتدای کار در برجام بند 36 و 37 که این روند حل اختلاف رو توضیح میدن طراحی شده بودن برای رفع اختلافات تکنیکی، یعنی در اجرای برجام ممکن است یک اختلافات تکنیکی پیش بیاد. به عنوان مثال ایران بگه که من قرار بوده 10 تا سانتریفیوژ IR6 مثلا استفاده کنم، ولی مثلا 15 تا استفاده کرده، مسائلی از این قبیل، نه مسائل سیاسی که نتیجه خروج آمریکا از برجام شده و عدم توانایی اروپایی‌ها در حفظ مزایای اقتصادی برجام برای ایران و بعد در واقع نقص‌هایی که ایران به برجام وارد کرده با کاهش تعهداتش. بنابراین اصلا پروسه رفع اختلاف برای این کار ساخته نشده بود و به همین علت هست که دو طرف ازش روایت‌های مختلفی دارن. فکر می‌کنید که ممکنه با توجه به این روایات مختلف این اختلاف رفع بشه؟ ببینید، گمان نمی‌کنم. من فکر می‌کنم اروپایی‌ها این روند رو شروع کردن به عنوان راهکاری برای خرید زمان، برای اینکه نشون بدن که برخلاف اتهاماتی که دولت ترامپ بهشون می‌زنه در مورد نقص‌هایی که ایران انجام داده بی‌تفاوت نیستن و می‌خوان از این روند استفاده کنن برای اینکه لااقل تا انتخابات آمریکا وقت بخرن، برای اینکه همونطور که می‌دونید این روند در 65 روز ممکن هست که به مکانیزم ماشه که تحریم‌های سازمان ملل رو برمیگردونه منتهی بشه، ولی اگر هر دو طرف راضی باشن میتونن این روند زمانی رو تا ابد در واقع تمدید بکنن و از همین روز که من فکر میکنم اروپایی‌ها بهش به عنوان یک مکانیزمی برای خرید زمان در وهله اول نگاه میکنن. خب فکر میکنین اگر که اروپایی‌ها میخواستن زمان بخرن اصلا چرا فعال کردن این روند رو؟ اونها بودند که این قدم رو برداشتن، میتونستن اساسا این قدم رو بر ندارن تا انتخابات آمریکا. خب نه، برای اینکه اون وقت مورد انتقاد آمریکا قرار میگرفتن که در واقع یک توافقی که قرار بوده جلوی گسترش برنامه هسته ای ایران رو بگیره، اینا همچنان بهش پایبند هستن، در حالی که برنامه هسته ای ایران داره ابعاد وسیع تری پیدا میکنه و بنابراین لااقل اروپایی ها میتونن بگن همچنان به هدف اصلی برجام که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای بوده پایبند هستن، فقط میخوان ایران رو به تعهداتشون برگردن. مسلما این باعث عصبانیت ایران خواهد شد، به علت اینکه ایران معتقد هست که اروپایی ها خودشون نتونستن به تعهداتشون پایبند باشن و از لحاظ امتیازات اقتصادی که به ایران وعده داده بودن در واقع نتونستن در مقابل فشار آمریکا پایداری خاصی از خودشون نشون بدن و بنابراین چرا در مقابل فشار آمریکا برای اینکه در مورد نقص‌های ایران باید اقدامی بکنن اروپایی‌ها این روند رو شروع کردن. ولی خب میگم اگر دو طرف بتونن از این مکانیزم به عنوان یک کانالی برای فکر کردن در مورد آینده برجام، در مورد راهکارهایی برای حفظ اون و حفظ برخی از مزایای اقتصادی برجام استفاده کنن، این به معنای پایان کار برجام نیست،
اما اگر این روند از دست خارج بشه، اختلاف‌ها بیشتر بشه، تنش‌ها بیشتر بشه و منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بشه، مسلماً نه تنها پایان کار برجام، بلکه حتی احتمالاً پایان حضور ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به طور کلی خواهد بود. متشکرم. علی واعظ با ما. ساعتی پیش از مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پرسیدم در آمریکا بر سر قانونی بودن حمله به قاسم سلیمانی بحث‌های زیادی وجود دارد. برخلاف آنکه آقای ترامپ که گفته بود قاسم سلیمانی قصد حمله به 4 سفارتخانه آمریکا را داشت، وزیر دفاع آمریکا گفته چنین چیزی نبوده. آیا همچنان معتقدید که کشتن قاسم سلیمانی قانونی بوده؟ ما اعتماد زیادی به این دولت داریم و مطمئنیم که کشتن قاسم سلیمانی قانونی بوده. او تروریستی است که ما نابودش کردیم. برای این کار توجیه قانونی داریم. حتی اگر بحث تهدید حمله به سفارت‌های آمریکایی‌ها قریب الوقوع نبود، باز هم کشتن او قانونی بود. اگه به حرف‌های مقام‌های آمریکایی نگاه کنید، مثل حرف‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری و مایک پومپئو وزیر خارجه و ویلیام بار دادستان کل که همین دیروز صحبت کرده بود، بحث بازدارندگی نظامی است. خیلی روشنه که ایران همچنان به حمله به سفارت‌های ما، در واقع به برنامه‌ریزی برای حمله به سفارت‌های ما همچنان ادامه میده. در 27 دسامبر یکی از نیروهای شیعه شبه نظامی که ایران ازش حمایت مالی، آموزشی و تجهیزاتی میکنه، یک شهروند آمریکایی رو به قتل رسوند و تعداد دیگه‌ای از پرسنل آمریکایی رو مجروح کرد. اینا فقط کارهایی که ایران تو چند هفته قبل انجام داده و این فهرست بلند بالاییه. باید یادآوری کنم که قاسم سلیمانی نه تنها مسئول قتل صدها آمریکایی بوده، که مقصر کشتن صدها هزار مسلمان تو کل خاورمیانه هم هست. و این یک مسئله شرم‌آوره که کل خاورمیانه باید مدام این رو به یاد داشته باشه. رؤسای جمهوری قبل از آقای ترامپ هم راجع به اینکه از دید اونها آقای قاسم سلیمانی خطرناک بوده برای آمریکا اتفاق نظر داشتن، اما به دلایل بسیار واضحی تصمیم گرفتن که او رو به قتل نرسونند. الان که به تبعات کشتن قاسم سلیمانی نگاه میکنید و بحرانی که در منطقه ایجاد شده، فکر میکنید واقعا ارزشش رو داشت این کار؟ نه فقط ارزشش رو داشت، همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت خیلی باید زودتر از اینها انجام میشد. من خیلی خوشحالم از اینکه توی دولتی کار میکنم که رئیس جمهورم و وزیر خارجم میتونن تصمیمات سختی بگیرن برای اینکه امنیت شهروندانشون رو تامین کنن، سیاست خارجیشون رو قوی تر کنن و به جهان نشون بدن که وقتی رئیس جمهوری ما میگه که آمریکا هیچ خسارت، لطمه و حمله ای به شهروندان نظامی و غیر نظامیش رو تحمل نمیکنه، واقعا روی حرفش وامیسته. ولی همین بحران نظامی که ایجاد شده خانم اورتگاس باعث شد که بحرانی اتفاق بیفته که سپاه پاسداران به گفته خودشون به اشتباه 176 آدم بیگناه رو بکشه. احساس نمی کنید که آمریکا هم مسئولیت این مرگ ها به عهده شه؟ توی سوالی که شما پرسیدین چند تا اشکال اساسی وجود داشت. اشکال اساسی اول این بود که گفتیدین یه بحران نظامی بوده. نه خیر، بحران نظامی در کار نیست. نیروهای نظامی آمریکا تحت فرمان ترامپ قوی تر از همیشه هستند. تمام مشکلات مالی و بودجه‌ای که ارتش آمریکا باش روبرو بود، الان در دوران ریاست جمهوری ترامپ کاملا حل شده. اشکال دوم این که شما از کلمه کشتن و قتل استفاده کردید. از نظر ما یک قتل سیاسی به حساب نمیاد. ما یک تروریست رو از بین بردیم. همیشه این کار رو کردیم و همچنان باز هم هر تروریستی که به ما حمله کنه رو از بین خواهیم برد. اما قسمت سوم سوالتون یادم نمیاد. The last point of your question was about the airliner. So do I think that America has any responsibility in the downing of the airliner? آمریکا هیچ نقشی در کشتن مسافران هواپیمای اوکراینی نداره. این سوال صادقانه بگم بسیار توهین‌آمیزه. ایرانی‌ها با موشک خودشون هواپیمای خودشون رو زدن و روزها به مردم خودشون و به تمام دنیا دروغ گفتن. دولت‌های دیگه مثل کانادا، اوکراین، بریتانیا و آمریکا دست ایران رو خوندن و دروغشون رو کردن. تنها کسی که مسئول ساقط کردن هواپیمای اوکراینی رژیم ایرانه. و به نظر من اگر بخوایم این شایبه رو ایجاد کنیم که آمریکا کوچکترین نقشی در این کار داشته، یک توهین اساسی به آمریکاست و هیچ پایه و اساسی نداره. And certainly completely lacks information of what was going on the ground.
خانم اورتگاس، نمیشه تاریخ رو به یک هفته و ده روز گذشته در واقع خلاصه کرد. اگر که دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای که به هر حال یک توافق بین‌المللی بود خارج نمیشد، اگر که تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع نمی‌کرد، اگر که ایران رو وادار به واکنش نمی‌کرد، اساساً فضا به این سمت پیش نمی‌رفت که ما الان به اینجا برسیم. No, in fact, I think that you continue during this entire interview to spout propaganda from the regime in Tehran, and I'm sorry that you're choosing to do that. نه، من فکر میکنم شما تو کل این مصاحبه پروپاگاندای رژیم ایران رو تکرار میکنید و متاسفم که شما همچین تصمیمی گرفتین. رژیم ایران خودش مسئول کارهای خودشه. رفتارهای ایران در سال گذشته به این خاطر نیست که آمریکا از برجام خارج شده، بلکه این رفتارهای ایران 40 ساله که ادامه داره. در 2 دهه اخیر قاسم سلیمانی رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران بوده و نیروهای تروریستی شبه نظامی رو در سراسر منطقه پشتیبانی کرده. در برنامه موشک بالستیکی ایران نقش داشته که برخلاف قطعنامه شورای امنیته. اگه به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران نگاه کنید، اگه به قطعنامه های امنیتی اتحادیه اروپا نگاه کنید، اگه به برنامه های مقابله با تروریسم آمریکا نگاه کنید، همه اینها برای کارهای تروریستی ایران، پایمال کردن حقوق بشر در ایران و تجهیزات رسانی به سوریه به تصویب رسیده. و این فهرست بلند بالاییه. بنابراین هیچ بحثی تو کارهایی که سپاه در گذشته کرده نیست. در واقع برجام میلیاردها دلار پول برای ایران فراهم کرد که چنین رفتارهای شرورانه ای رو در منطقه ادامه بده. اما برای اولین بار در 2 دهه اخیر پرزیدنت ترامپ گفت نه، دیگه ما به ایران اجازه نخواهیم داد که تروریسم خودش رو تو منطقه ادامه بده. ما به ایران اجازه نخواهیم داد که موشک بالستیک بسازه بدون اینکه کسی اون رو وادار به پاسخگویی کنه و اجازه نمیدیم که سلاح هسته‌ای داشته باشه. بنابراین ایالات متحده داره نقش بازدارندگی رو ایفا میکنه و هیچ کس مسئول رفتار رژیم ایران نیست جز خودش. ایران اگه بخواد میتونه مثل کشور نرمال رفتار کنه، اما عوضش داره رفتار دیگه ای میکنه. برای همین باید منتظر تصمیم های سختی که پرزیدنت ترامپ میگیره باشه. They are responsible. They can behave like a normal nation if they'd like to. If not, they will continue to face harsh decisions by President Trump. فکر میکنید آیا خروج آقای ترامپ از برجام منطقه رو امن‌تر از گذشته کرده؟ فکر میکنم اگر بخواید خاورمیانه ای امن‌تر داشته باشید، رژیم ایران باید مثل کشور نرمال رفتار کنه. ما همچنان به اعمال سیاست‌های بازدارنده خودمون ادامه میدیم و هر کاری که از دستمون برمیاد برای اینکه آمریکا رو کشوری امن‌تر کنیم انجام میدیم و بهترین کار اینه که رژیم ایران جسارت نکنه که خاورمیانه رو دوباره دچار آشوب کنه. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. قصد داشتیم که به موضوعات بیشتری در این برنامه بپردازیم که متاسفانه وقت نشد. ممنون از همراهیتون. فعلا شب خوش.